من امروز میخوام سوپ تره فرنگی متفاوتی رو درست کنم. گفتم اون رو با شما هم شیر کنم. یه پیازی رو متوسط من خرد کردم، داخل روغن یه مقداری تفتش میدم تا به اصطلاح پیاز من نرم شه. البته من یکم روغن این رو زیاد ریختم، شما میتونید کمتر برید. پیاز من که یه مقداری نرم شد، من ادویام رو چی بهش اضافه میکنم. ادویای من شامل تقریبا یک دوم یا نصف قاشق غذاخوری پودر تخم گشنیز، زردچوبه یک قاشق چای خوری و پودر سیر هم دو تا قاشق چای خوری به اضافه نمک یا سیزنینگ سالت به اندازه دلخواه و فلفل سیاه هم بنزه دلخواه. من اون رو چی همین الان به پیازم اضافه کردم و با پیازم تفت میدم. یکم شعلم هم کم میکنم. من در حدود 4 تا تره فرنگی رو خرد کردم و اون رو کاملا شستم به اضافه یک ساقه کلفت. اونم من داخل قابلمه میریزم و با پیازم و ادویه‌ای که دارم داخل روغن یه مقداری تفتش میدم. همچنین ببینین سبزی آش من دارم، شما میتونین تازهش هم استفاده کنین. من یه مقداری در حدود فکر کنم 3 تا قاشق غذاخوری به این اضافه میکنم. باید حواستون باشه که داخلش جعفری بیشتری داشته باشه، هم جعفری هم گشنیز، که طعم این سوپ رو بسیار خوشمزه تر میکنه. اونم من همطور که ملاحظه کردین اضافه کردم و داخل روغن همه رو یه مقدار خیلی کمی حدود چند دقیقه تفت میدم. یه مقداری که این تفت خورد، حالا وقت اضافه کردن آب به این سوپمونی که من یک دونه کن از عصاره به اصطلاح آب مرغ استفاده میکنم و همینجور آب معمولی. کسایی که میخوان کاملا این غذا گیاهی باشه میتونن از فقط آب استفاده بکنن. در مورد ادویه هم هر کسی بستگی داره به اصطلاح این ادویه خاصی، شما هر ادویه‌ای بخوای میتونید کم و زیاد کنین و به این غذا چی اضافه کنین. برابر این مثلا حتی پودر زیره میتونی بهش بزنین و یا ادویه دلخواه دیگه ای که من گفتم، فقط تخم گشنیز و یه مقدار زردچوبه، فلفل سیاه، سیزنینگ سالت و پودر سیر زدم و فکر میکنم که این ادویه بهترین ادویه واسه این سوپمون خواهد بود. یه مقدار بیشتر باید به این آب اضافه کنم و میذارم تا آبش به جوش بیاد. دوست عزیزم، من باتری دوربینم تموم شد، این قسمت رو متاسفانه رکورد نکرد. وقت آب من جوش اومد و به اصطلاح یه مقدار از گذشت حدود چند دقیقه، من یه مقداری هویج رنده شده در حدود تقریبا 4 تا دونه هویج رنده شده و در حدود یه 10 تا دونه قارچ خرد شده هم به این سوپمون اضافه میکنم. شعله رو کم میکنم و اجازه میدم که به اصطلاح جا بیفته و تره فرنگی ما کاملا نرم بشه، پخته بشه و همینطور قارچ رو هویجمون. در حدود 40 دقیقه، نیم ساعت، 35 تا 40 دقیقه یا 45 دقیقه فکر میکنم کافی باشه. خب برای سوپمون ما احتیاج داریم به یک کاپ شیر معمولی که من داخل این شیر در حدود نصف قاشق به اصطلاح غذاخوری کورنستارچ یا به اصطلاح نشاسته ذرت یا حالا نشاسته گندم میتونیم چی اضافه کنیم و من اینو داخل شیرم چی کار میکنم؟ حلش میکنم. اینو داخل شیر حل کردیم، میتونیم از خامه صبحانه و یا ساور کریم هم ما در حدود یک قاشق سرپر خامه به شیرمون اضافه کنیم و اونم داخل شیرمون کاملا حلش کنیم. یه حدودا 40-45 دقیقه
گذشته و من الان کاری که میکنم این شیری که قبلا درست کردم با خامه صبحانه و کورن استارچ به سوپمون چی اضافه میکنم و حدودا اجازه میدم که یک رو به دیگه به سلا بپزه و قشنگ جا بیفته. این کورن استارچ یا نشاسته ذرت باعث میشه که سوپ ما حالت غلیظتری پیدا بکنه و به سلا سوپ براق خوبی داشته باشیم. ببینید این تقریبا دیگه حاضره و بسیار خوش رنگ و خوش عطر شده. امیدوارم شما هم درست کنین و لذتشو ببرین. خیلی خیلی رنگ خوب جذاب و ببینین خیلی مایع نیست، نسبتاً یکم غلیظ، پرفکت به خصوص برای پیش غذا یا به عنوان شام سبک. بسیار سالمه، بسیار سلامته، گوشت هم نداره و اقتصادیه. امیدوارم که از این دستور غذایی لذت راضی باشین و لذت ببرین. متشکرم، خدا نگهدار شما تا رسیپی در آینده نزدیک.